با سلام و درود به سرویس خبری ساعت 6 هزار ورد، با من فریده فانوس خوش آمدید. اکنون هم سرخط مهمترین خبرها. کار ساخت 4 پل در دایکندی با هزینه میلیونی توسط مردم آغاز شد. 100 شاگرد یک مدرسه دینی در دره‌صوف سمنگان مسموم شده اند. تیرباران کردن دو تن در ننگرهار توسط طالبان به اتهام همکاری با داعش. در حمله افراد مسلح به یک معدن در بلوچستان 20 تن به شمول 3 شهروند افغانستان جان باختند. افغان متهم به طرح حمله تروریستی در آمریکا با CIA همکار بود. و در اخیر، توافق واشنگتن و اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی ایران. مشروع خبرها. باشندگان ولسوالی های شهرستان و میرامور ولایت دایکندی می گویند که برای حل مشکلات عبور و مرورشان از رودخانه ها، کار ساخت 4 پل را با هزینه شخصیشان آغاز کرده اند. بر اساس اطلاعات باشندگان این ولسوالی ها، کار ساخت 3 پل در روستای تگابلرگر ولسوالی شهرستان و 1 پل در روستای پای میرغلام ولسوالی میرامور آغاز شده است. سلطان، رئیس شورای انکشافی روستای تگابلرگر ولسوالی شهرستان گفته است که 3 پل در ساحات پایین بازار تگابلرگر، دهنتگک و مزارشاه این روستا بالای رودخانه لرگر ساخته می شود. رئیس شورای انکشافی روستای تگابلرگر گفته است که پل‌ها به شکل پخته و کانکریتی ساخته می‌شوند. منابع محلی در سمنگان می‌گویند که حدود 100 نفر از شاگردان یک مدرسه دینی در ولسوالی دره‌صوف پایین این ولایت مسموم شده‌اند. به گفته منابع، این شاگردان دیروز پنجشنبه 19 میزان در مدرسه دینی یا خانه سنگی ولسوالی دره‌صوف پایین مسموم شده‌اند. منابع می‌گویند که شاگردان این مدرسه پس از مسمومیت به شفاخانه ولسوالی دره‌صوف پایین منتقل شده اند و پس از دریافت درمان های لازم سلامتی خود را بازیافته اند. هنوز روشن نیست که شاگردان این مدرسه دینی چگونه مسموم شده اند و علت مسمومیت آنان چه بوده است؟ منابع محلی در ننگرهار می گویند که طالبان در این ولایت دو برادر را به اتهام همکاری با گروه داعش تیرباران کرده اند. منابع روز پنجشنبه 19 میزان به هزار ورد گفتند که طالبان این افراد را شب گذشته در ولسوالی چپرهار ننگرهار تیرباران کرده اند. به گفته منابع، طالبان این دو برادر را دو هفته پیش بازداشت کرده بودند. بر اساس اطلاعات منابع، یکی از آنان راننده و دیگری دکاندار بوده است. هنوز مشخص نیست که این دو تن با داعش ارتباط داشته اند یا خیر. طالبان در ننگرهار هنوز در این باره اظهار نظر نکرده اند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که در نتیجه حمله افراد مسلح به یک معدن زغال سنگ در منطقه دوکی بلوچستان، حداقل 20 معدنچی کشته و 8 تن دیگر زخمی شده اند. بر اساس گزارش‌ها، 3 تن از جانباختگان از افغانستان برای کار به این معدن رفته بودند. با گزارش جیو نیوز، افراد مسلح ناشناس صبح جمعه حمله مرگبار با استفاده از راکت‌ها به معادن زغال سنگ محلی در این منطقه انجام دادند. اجساد معدنچیان زخمی برای مراقبت‌های پزشکی به بیمارستان منتقل شده اند. پلیس و نیروهای مرزی منطقه را محاصره کرده و عملیات جستجو را آغاز کرده اند. به گفته گزارش، این افراد مسلح معدنچیان را در یک مکان جمع کرده و به آنها تیراندازی کرده است. پلیس پاکستان گفته است که مهاجمان از نارنجک دستی و راکت در این حمله استفاده کرده اند.
NBC نیوز گزارش داد که نصیر احمد توحیدی، پناهجوی افغان که به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله تروریستی در آمریکا دستگیر شد، قبلاً با CIA کار می‌کرد. این شبکه خبری نوشت که توحیدی به عنوان نگهبان امنیتی با این سازمان در افغانستان کار می‌کرد. توحیدی روز دوشنبه 16 میزان در شهر اوکلاهامای آمریکا دستگیر شد. وزارت دادگستری آمریکا او را متهم کرد به نام داعش برای حمله تروریستی در روز انتخابات آمریکا در ماه نوامبر برنامه ریزی کرده است. او قصد داشت که به سوی مردم شلیک کند و تعداد زیادی از آنها را از بین ببرد. پلیس فدرال آمریکا گفته است که توحیدی در گروه‌های تلگرامی حامی داعش فعالیت داشت و حداقل $540 ارز دیجیتال به یک مؤسسه خیریه مستقر در سوریه اهدا کرده بود. این مؤسسه یک نهاد پوششی برای جمع آوری و ارسال کمک به داعش است. بر اساس گزارش‌ها، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برنامه اسرائیل مبنی بر حمله بر ایران را پذیرفته است. وبسایت خبری اکسیوز روز جمعه 11 اکتبر نوشته که بایدن و نتانیاهو در گفتگوی تلفنی درست پیش درباره حمله تلافی جویانه اسرائیل بر جمهوری اسلامی به تفاهم رسیده اند. اکسیوز به نقل از مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی گزارش داده که بایدن حمله قریب الوقوع اسرائیل علیه ایران را پذیرفته است. بر بنیاد گزارش، تل آویو به دنبال حمله گسترده علیه ایران است. اکسیوز نگاشته که دولت بایدن با تل آویو در مورد حمله بر ایران به تفاهم رسیده است، اما نگران تشدید درگیری‌ها از آغاز جنگ گسترده در منطقه می باشد. از سوی هم یک مقام اسرائیلی گفته که طرح نتانیاهو تهاجمی تر از آنچه است که واشنگتن انتظار دارد، اما تلاش‌ها برای تفاهم کلی ادامه دارد. تشکر از اینکه تا پایان این سرویس خبری با ما بودید. از توجه و همراهیتان جهان سپاس. الله حافظ و نگهدارتان.